بسم الله الرحمن الرحیم. نحوه اسکیل گذاری با برنامه ایمیج جی، برنامه رو باز میکنیم. اون عکس هایی که میخوایم اسکیل بگذاریم، بر فرض مثال یک سری عکس هایی هستن که حالا با میکروسکوپ یا ذره بینی 10 یا 4 یا 100، حالا فرق نمیکنه، گرفته شدن با لام نوبار از همون بزرگنمایی. اومدیم حالا یا 10 یا 4 عکس گرفتیم از لام نوبار، بعد با همون بزرگ نمایی اومدیم عکس گرفتیم از بافتمون. برای مثال من از این بافت هام با بزرگ نمایی 10 عکس گرفتم. عکس ها ما با همون مقیاسی که اندازه گیری کردم، با همون مقیاسش با هم همه را درگ میکنم داخل برنامه ایمیج جی. همه عکس ها بالا میاد. عکس ها که اومدن بالا، یه قسمتی هست به اسم ایمیج استکس. ایمیج تو استکس میزنیم که همه در قالب یک فولدر یک شکل خاص بیان بالا. اسمش هم میتونیم یه تغییر بدیم، همه در قالب یک فایل میان بالا و میریم اسکیلمون رو پیدا میکنیم. اون فای اون عکسی که گرفتیم از لام نوبار، ما فاصله این قسمت تا این قسمت رو میدونیم بر حسب اون چیزی که قبلا نگاه کردیم. این هستش. الان ما چیزی که داریم این مربع کوچیکه. این مربع هر ضلعش 0.2 میلیمتر. برای همین ما فاصله از این ضلع از اینجا تا اینجا را میدونیم که 0.2 میلیمتر هستش. بنابراین میایم در قسمت آنالایز، قسمت ست اسکیل، کار به این نداریم. این پیکسل ناون دیستنس، اون مقداری که میدونیم، ما این فاصله رو میدونیم که 0.2 میلیمتر هست، یعنی 200 میکرومتر. واحد هم یو ام یعنی میکرومتر. الان فاصله ما برامون ست شد اینجا. حالا میتونیم بقیه عکسامون رو اسکیل بذاریم به این صورت که در قسمت آنالایز، این دفعه در قسمت تولز اسکیل بار، من میگیم میخوایم فاصلهش 200 میکرومتر باشه و رنگش هم حالا هر رنگ که میخوایم، بکگراندش هم میتونیم بکگراند مثلا مشکی بذاریم، مشکی و سفید. میخوایم قسمت پایین سمت راست باشه و حتما این گزینه لیبل اول اسلاید رو میزنیم که برای همه اسلایدهای ما اون اسکیل رو بذاره. اوکی، همینطور که میبینید برای کل بافت های ما اسکیل را گذاشته. یعنی ما اگر این عکس را الان تو قسمت ایمیج استکس، این دفعه استکس تو ایمیج بزنیم، همه اون عکس هایی که قبلا گذاشتیم ما همه را یک دفعه برامون اسکیل میزنه و میاره بالا. حالا مزیت این کار اینه که اگر این عکس ها را جداگونه سیو کنیم، هر موقع که عکس آوردیم بالا دیگه میتونیم از همین اسکیل استفاده کنیم برای اندازه گیری بافتام. بر فرض مثال از این قسمت میخوایم اندازه گیری کنیم، کنترل ام را فشار میدیم، اندازه ثبت میشه. باز دوباره این قسمت رو میخوایم ثبت کنیم، کنترل ام، این باز دوباره ثبت میشه. ما میتونیم اینا رو سیو بشون کنیم. نگاه کنید،
میتونیم اینا رو دونه دونه سیوشون کنیم با قسمت فایل سیو است و به صورت جی پی جی هر جایی که دوست داریم میتونیم سیوشون بکنیم. به این صورت اسکیل گذاری ما انجام میشه.